سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. امیدوارم تو بهترین روزهای زندگیتون باشین. در این ویدیو میخوایم در مورد مزاج ها باهاتون صحبت کنیم، پس همراه ما باشید. مزاج شناسی علمی بسیار وسیع و گسترده برای تشخیص و درمان مشکلات جسمی و روحی است، زیرا تمامی جنبه های زندگی ما تحت تاثیر طبیعت بدنمان قرار دارد و هر نوع غذایی که میخوریم بر تمامی اعضای بدن ما از مغز و اعصاب گرفته تا قلب و معده و کبد و کلیه تاثیر میگذارد. در برخی از انواع مزاج، خوردن یک غذای نامناسب عواقب زیادی برای بدن تبعی دارد. همانطور که در این بخش از فارسینت خواهیم گفت، مصرف غذای نامناسب با مزاج میتواند سبب تغییرات خواب، حالت عصبی، اختلال حافظه، اختلال هضم، اختلال دفع، عوارض پوستی شود و نشانه های درگیری کبد و قلب و اندام های تناسلی را نشان دهد. نوع نوشیدنی ها، لباس ها، هوایی که تنفس می کنیم، استراحت روزانه و چگونگی دفع و حالت های عصبی و روانی مستقیما با حالات طبیعی یا مزاجی مرتبط هستند. بنابراین برای داشتن زندگی سالم و طبیعی و آرامش روحی، همه ما به شناخت مزاج یا طبیعت خود نیاز داریم. به صورت کلی مزاج های اصلی به 9 دسته تقسیم می شوند. 1. در تعدادی رکن آتش بسیار از سایر ارکان هستند. این افراد دارای مزاج گرم و خشک هستند. 2. در تعدادی رکن هوا بیشتر از سایر ارکان است. این افراد را دموی می گویند که دارای مزاج گرم و تر هستند. 3. در تعدادی رکن آب بیشتر است. این افراد را بلغمی می گویند که دارای مزاج سرد و تر هستند. 4. در تعدادی رکن خاک بیشتر است. این افراد را سودایی میگویند که دارای مزاج سرد و خشک هستند. 5. در تعدادی این ارکان در حالت تعادل هستند که این افراد دارای مزاج معتدل هستند. 6. در تعدادی ارکان آتش و هوا بیشتر از سایر ارکان هستند. این افراد از لحاظ تری و خشکی معتدل و مزاج گرم دارند. 7. در تعدادی افراد هوا و آب بیشتر از سایر ارکان هستند. این افراد از لحاظ گرمی و سردی معتدل و دارای مزاجی تر هستند. 8. در تعدادی ارکان آب و خاک بیشتر است. این افراد از لحاظ تری و خشکی معتدل و دارای مزاجی سرد هستند. 9. در تعدادی ارکان خاک و آتش بیشتر است. این افراد از لحاظ گرمی و سردی معتدل و دارای مزاجی خشک هستند. انواع مزاج ساعت شبانه روز: صبح مزاج گرم و تر، بهاری، ظهر گرم و خشک، تابستانی، عصر سرد و خشک، پاییزی، شب سرد و تر، زمستانی. راه‌های تشخیص انواع مزاج: چندین راه برای تشخیص مزاج وجود دارد که با دانستن آنها می توانید خودتان مزاجتان را تشخیص دهید. 1. لمس کردن. اگر با لمس ساعد فرد احساس گرما و حرارت کردید، او دارای مزاج گرم، و اگر هنگام لمس بدن فرد احساس سرما کردید، او دارای مزاج سرد است. اگر با لمس بدن فرد احساس گرما نمودید و با دست زدن به بدن فرد احساس بافت بدنی نرم که با فشار سرانگشتان بافت به راحتی فرو می روند، این فرد علاوه بر گرمی مزاج دارای رطوبت نیز هست. بنابراین او فردی با ویژگی های مزاج گرم و مرطوب را دارد. اگر با لمس کردن بدن فرد احساس گرما نمودید ولی خشکی و زبری خفیفی را زیر سرانگشتانتان حس کردید، او علاوه بر گرمی دارای خشکی مزاج هم هست. اگر با لمس بدن فرد احساس سردی کردید، اما این سردی با نرمی پوست و بافت گوشتالود بدن نیز همراه بود، او دارای یکی از علائم مزاج سرد و مرطوب و یا مزاج سرد و تر است. اگر شما بدن فرد را لمس کردید و احساس سرما نمودید و در عین حال با لمس بافت بدن با سختی و سفتی روبرو شدید و احساس کردید بافت بدن او خشک است، می توانید او را دارای ویژگی های مزاج سرد و خشک بنامید. 2. رنگ پوست. رنگ پوست یکی از علائمی است که متخصصان طب سنتی برای تشخیص نوع مزاج بسیار به آن توجه می کنند. رنگ پوست می تواند نشانه خوبی برای بررسی نوع مزاج و تب باشد. سفیدی پوست بدن نشانه کمخونی و مایل به سردی است. رنگ زرد کمی مایل به قرمز نشانه وجود خون غیر طبیعی در بدن می باشد. قرمزی پوست بدن
نشانه گرمی و پرخونی است. تیرگی پوست نشانه خون غیر تمیز و مستعد غلبه بر سودا است. پوست بدن زرد رنگ یا مایل به زردی نشانه گرمی مزاج و خشکی مزاج است. این افراد مستعد غلبه صفرا در بدن هستند. رنگی گچی نشانه سردی و تری. 3. از طریق مو پرمویی بدن دلیل بر گرمی مزاج و کم مویی بدن دلیل بر سردی مزاج است. اگر رشد موها با سرعت همراه باشند نشانه گرمی مزاج و اگر سرعت رشد مو کم باشد نشانه سردی مزاج است. اگر رشد مو خیلی سریع باشد دلیل بر گرمی و خشکی مزاج است. کلوفتی مو دلیل بر گرمی و خشکی مزاج است و نازکی مو می تواند نشانه سردی و تری مزاج باشد. اما بهتر است برای بررسی این مشکل پیش دکتر بروید. شاید کمپشتی و نازکی مو نتیجه یک بیماری باشد. یکی دیگر از علائم مزاج سرد و مرطوب در مردان و زنان داشتن موی صاف و لخت نیز است. موی مجعد دلیل بر گرمی و خشکی و موی صاف و لخت نشانه سردی و تری مزاج است. رنگ مو یکی دیگر از نشانه های تشخیص مجاز رنگ موی مردان و زنان است. افرادی که دارای رنگ موی سیاه هستند در گروه افراد با تب گرم و خشک و افرادی که دارای رنگ موی سفید هستند زودتر از بقیه تارهای سفید در سر آنها دیده می شود دارای مزاج سرد و تر هستند. 4. شکل و فرم عضلات و اعضای بدن افراد گرم مزاج دارای بالاتنه پهن و با اندامهایی بزرگ هستند. این افراد عروق برجسته و نبضهای قوی دارند. اگر فردی دارای عضلات کلفت و بزرگ و تاندونهای ظریف‌تر داشته باشد او دارای مزاجی گرم است. افرادی که دارای مزاج سرد و خشکن برخلاف افرادی که مزاجی گرم دارند دارای اندامهای کوچک و بالاتنه کوچک هستند. از دیگر علائم سردی مزاجی داشتن نبضی ضعیف و عضلات ظریف هستند. افرادی که دارای چهره لاغر و پوست به استخوان چسبیده دارای مزاجی خشک هستند. همچنین افرادی که مفاصل قابل مشاهده و غضروف حنجره و بینی برجسته دارند در گروه افرادی با مزاج خشک هستند. 5. از طریق خواب اگر ساعت خواب شما بیشتر از حد مجاز یعنی 8 ساعت است جزء افرادی دارای مزاج سرد و یا تر یا سرد و مرطوب هستید. اما اگر خواب شما کمتر از 8 ساعت باشد دارای مجازی گرم و خشک هستید. خواب زیاد علت بر سردی و تری مزاج و خواب کم و بیداری زیاد دلیل بر خشکی و گرمی مجاز است. خواب و بیداری معتدل دلیل بر اعتدال مزاج است. اگر رنگ مدفوع یا ادرار تیره تر و بدبوتر از معمول باشد دلیل بر گرمی مزاج و غلبه صفرا دارد. اما بیرنگ بودن یا کمرنگ بودن فضولات شامل ادرار، مدفوع، عرق، مو، ناخون، خون و غیره دلیل بر سردی مزاج دارد. برای تشخیص نوع مزاج درمانگران طب سنتی از رنگ مدفوع و کیفیت آن استفاده می کنند. موارد زیر دلالت بر گرمی مزاج دارد و عکس این حالات نیز نشانه سردی مزاج است. سنگدلی، بیقراری، پررویی و حرافی، بیقراری، عدم تعادل و دودلی، امیدواری، جوانمردی و با غیرتی، استعداد فهم مطالب، پرتحرکی و نشاط، زیرک بودن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون که ما رو همراهی میکنین. لطفا ما رو سابسکرایب کنین و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنین. شب و روزتون خوش.